باورم نمیشه ساعت تو را کی از باشگاه گرفته میتونه. خب دیگه تشویش نکو، رئیس او باشگاه دوست جاهد است، او پیدا میکنه که کی گرفته. ما منتظر جاهد است و مو تا حال باید میامد، اما بسیار دیر کده. چند لحظه بعد میایه باز میبراییم. تو ده هتل هستی؟ آه به نظرم که او آمد، باز ده هتل میبینیم. خانم برای تون یک بسته آمده. ده ای روز سیبا مره قدر منتظر ماند. بعد از مردن پولاد علمدار تو از کی دستور میگیری؟ مارگیت میایه یا که همراه تو صحبت کنه؟ اگه با سوالایم جواب نتی باز به خاطر صحبت کردن دهن نخواد داشتی. جد تو مارگیت از یاد دوزداری یا استاده؟ بعد از مردن پولاد علمدار کسی دیگه نمونده که دوستش داشته باشی. کسی را تازه میپلی که دوستش داشته باشی؟ او قسمم گفته میتونی. کی را فریب میتی؟ ای که با پولاد علمدار وفادار استی میفهمم. انسان با مرده ها زیاد رابطه نمی داشته باشه. رابطه ما با کسایی است که از مرگ فرار میکنن. تو چرا پشت صفیه را گرفتی؟ چون میفهمیدم که من را به افراد مورد نظرم میرسانم. ببین من میتونم که تو را با خود بگیرم، اما باید دستاورد داشته باشی تا بتانم مارگیت قناعت بتم. با مارگیت هم گفتیم هرچی که میخوای برش میدم. خوب است. اعضای جدید هیئت کیا هستند؟ پولاد علمدار به خاطر که ما زی معلومات خبر نشیم خود از بین برد. اگر ما او معلومات میداشتم باز جاهای ما متفاوت میبود. حالا ما این سوالا را از تو میپرسیدم. خوب استم. اما صدایت خوب معلوم نمیشی. نه خیر واقعا هیچ مشکلی نیست، حتما از شیشتنده خانه خسته شدیم. اما اگر توی قسمت لزبان دیدنی و خفشه ای باز مشکل تمام میشه. سرم فشار نیار مارک، بیا سو فکرم نارام است. درسته صفیه، حالا باید قطع کنم، باز بعدا به آرامی گپ میزنیم. گروه ما حرکت کرده، حال مراد نفسهای آخر خودم میکشه. اقامتی، اگه او از بین بره قدرتی که مایتش میکنه باز آشکار نمیشه. ببین مشکل ما این است بیروز، مشکل ما این است در جایی که حق مسلم ماست اونا کس دگه را میارن. اقامتی، اجازه بتشان که شخص مورد نظر خود تعیین کنن. تا وقتی که ما از اونا مایت نکنیم اونا خواد دیدن که شخص مورد نظرشان موفق نیست. ما یک دفعه قرار از خود بسازم، بعدر هر کسی را که انتخاب کنن از بین میبریمش.
علت ایالتش کدام مشکل فیزیولوژیکی نیست. دفالت های مغزیش هیچ نشان منفی دیده نمیشه. یعنی به خاطر خوب شدنش باید تداوی اساسی شود. میتونم براتون در واشنگتن یک پروفسور لایق براتون معرفی کنم. نه خیر، من نمیخوایم کلید امریکا تداوی شود دکتر سیم. در این صورت شما باید یک مدت دگام اینجا باشین. الی، از اینجا خوشت آمده جانم؟ میخوای یک مدت دگام اینجا باشیم؟ میشه اتاق بازی چارا با ایلی نشان بتین؟ این مشکلات ایلی هیچ اثر فیزیولوژیکی نداره. اکثرا در نتیجه حادثه بد به وجود می آید. ایلی به خاطر از دست دادن پدر خود گپ نمی زند، چون به این باور است که اگر گپ بزنه بازم حادثه سرش خواهد آمد. او یکی دیگه از عزیزای خودم از دست خواهد داد. تداویش چقدر وقت می گیره؟ گفتنش مشکل است، اما پیش از 6 ماه شاهد هیچ کدام پیشرفت نخواهد بودیم. خانم، چاپان ما پیدا نکردم. آبا یاد دست که در کجا موندیش؟ الماری هنوز در بالاست، باز نکردیم. حتما در مو هست. نو باز بیا که با هم بازشان کنیم. لباس ها را جا بجا کنیم. ما کمکت میکنم. از اینجا چاشم نامد. همه خواهی به خانه برگردی خانم؟ نه خیر، اونجا خوب به هیچ وجه نمیرم. حال نمیتونم حتی دا بو زینا بالا شو. مشکل تو این زینا از نظیفه خانم. ما فقط نمیفهمم. هرچی که ساقا عمر رفته نمیتونم. خانم، حال دیگه مهمانی ما برای همه اجده دنیا تمام میشه. کم مانده ما تا که بجای اصلی خود نرسیدیم. نظیفه خانم، از این سخار بطیج نجات پیدا نمی کنیم. وقتی که ایلف نباشم دواری هیچ چیزی فکر کرده نمیتونم. پدر جان، درست از شربت، درست از نزدیک نشو، دور باش. من از اینجا رفتم، حتی اسرائیل هم ایران مونگه چی کنه؟ مانولای مرا گرفت. کار خوب نشده شربت، کاش که تو را میگرفت که نجات پیدا میکده. یه کار مانده پدر جان، امور که خلاص کنم باز به شب خود تسلیم اسرائیل میکنم. این کار تو چی است؟ به خاطر عشق مانولیا و به خاطر زنده ماندن او یک شعر بسیار عالی نوشته میکنم. یا هنگ تا قیامت سروده خواد شد. ما و مانولیا به این شکل تا ابد جاودان خواد مانده. فعلا در چی وضعیت است؟ اگر کدام بیتش نوشته کدی پس بگو که کل ما یک جا گوش کنه. مانولیا مانولیا خدا اورهانه لعنت کنه. شبیر ضبط کرده بودم، اما او داستان نویسی پیشرفت دستگاه ضبط مرا از بین برد. دیگهش با یادم نیست. داستان نویسی چی؟ تو درباره چی گپ میزنی؟ شعر مرا دزدی کرد. کافی نبود که رفت و دستگاه ضبط مام دزدی کرد. بیشرف Thank you.
اگه این قسم زنگ زده بیری برم مشکل خلق میشه. تو که برم زنگ نزدی به خاطرت به تشویش شدم قره. گفتم اگه قره ده مشکل نباشه بازد من برم زنگ میزنم. تو شنیدی که قره از گپ خود منصرف شده باشه؟ قولم قول است. همراه عبدالحی گپ زدم، کار تمام میکنه. اما ده ای کار ما با وقت ضرورت دارم. تو هم ناخ زنگ نزن و مردم از سر مشکوک نساز. حیات جدید کیا هستن؟ نمیفهمم. پولاد علمدار کی از بین برد؟ آکف. آکف با حیات کدام رابطه داره؟ نمیفهمم. تو چرا مانع آکف نشدی؟ کتاب نسل در کجاست؟ با محافظ نو تسلیمش کردم. محافظ نو کی است؟ نمیفهمم. چهرش ندیدم. جانم دیگه جلس هستم، بعدن برات زنگ میزنم. درست است مارگ، پس اون گپ میزنی. صدایت خوب معلوم نمیشه، کدام مشکل پیش شده؟ نه خیر، من خوب هستم، مشکل نیست. برو وقتت نمیگیرم. نه خیر جانم، حالا از اتاق بیرون شدم. چی شده؟ جاهد زنگ زده بود؟ زنگ نزده، تلفنش هم خاموش است. من تشویش شدم، او حتما رفته. از دست ما کدام کار ساخته است؟ نه خیر، تشکر. میخواییم امشب خانه تو بیاییم. باید در مورد بعضی موضوعات با هم گپ بزنیم. جاهد چرا به دفتر نبردیم؟ اینجا به خاطر بازپرسی هم نیست. ما تدابیر خود گرفتیم، در موضوع امنیت مشکلی نداریم. بالا تا دی بیرنش. مصرف خوش شده، پس چرا ممانعت میکنن که در این خانه اگه اتاق دیگه بسازیم؟ مادر جان، اینا خانه گفته نمیشن. آلا شهرکای مسکونی را مثل قوطی گوگرد میسازن. ای ها دامی خانه او را دخالت نکره بودن، ایران به حالت حجرات تبدیل کردن. هم میگن هر کس باید خانه خود بشینه و هیچ کس از مشکلات و احوال که دیگه خود اصلا خبر نشه. اقبا جانب است این پدر، اما ای واحد ها هم مسئول هستن و هم بدون بیرون شدن از خانه کل ضروریات تا بر آرده ساخته میتونی. اگه چیز خراب شود بخش خدمات آمده جورش میکنن. ما با این مخالف نیستیم که مردم در خانه های مقبول زندگی کنن، اما اطفال تمام ارزش های معنوی را از پدر کلان و مادر کلان خود یاد میگیرن. حال اطفال پدر کلان و مادر کلان خوبان که حتی نمیفهمن که خویشاوند یعنی چی. اطفال در کنار بزرگای خانواده از نگاه مادی و معنوی یک زندگی سالمه داشته باشن. اونا به همی شکل میفهمن که خانواده یعنی چی. انسان ها حتی به خودشان هم وقت اختصاص داده نمیتونن، باز چه قسم از مهمان ها پذیرایی کنن و همراه دوستای خود ببینن؟
دو فرهنگ ما وقت یک صاحب مسکونی ساخته می شد، سازمان های اجتماعی و ساحه، بازارش، تمام مساجدش و قبرستانش مورد توجه می بود. پدر در جایی که قبرستان باشه اونجا را کی می خره؟ دخترم همین مشکل هست نی؟ انسان ها وقتی که قبرها را می بینن می فهمن که زندگی دنیاوی زود گذر است. این را هر روز به یاد میارن که مال ها، ملک و شهرت کلش فانی است و با کم خود قناعت میکنن. در صورت بخاطر دنیای خود چه قسم کار کنن پدر؟ دخترم بیازو زندگی کردن بخاطر دنیا را با ما انسان ها غلط تعبیر میکنن. ما بخاطر دنیا نه، باید بخاطر آخرت کار کنیم. در اینجا هرچی بکنی پاداشش در آخرت میبینی. ما درکتان کدم، ما هم نمیخوایم که شما تنها باشین، فکرم همیشه طرف شما است. بیاین با هم زندگی کنیم. دخترم تو با خود یک زندگی جدید میسازی، تو هم یک خانمه داشته باشی. ما میرم و استراحت میکنم. بیادر، منتظر خبری که بودیم به مراد رسید. با یک هواپیمای مخصوص او را به محل جلسه میبرن. به خاطر تعقیب کردن هواپیما شما آمادگی گرفتین؟ بله محترم، تمام واحدهای ما که در اروپا هستن هشدار گرفتن. وقتی هواپیما نشست کنه افراد ما اونا را تعقیب خود کردن. آکف، اگر از این فرصت استفاده نتونیم دیگه به دست نمیاریم. میفهمم بیادر. هایدر اونا را از دور تعقیب میکنه؟ بله، تعقیب میکنه. جاستن ده داخل ده اتاق آقا کفستن. خوش آمدی. با ما اجازه بدین دوستان. هیچ کسی بیرون نمیشه. با هم گپ میزنیم. سی ماه میشه که من خود زندانی ساخته بودم تا شما را از بین نبرم. هر قدر که فکر کردم دلیلی اما قد شما را پیدا کرده نتانستم. تو باید از ما تشکر کنی. مشکل ترین ماموریتتان ایلا کردین و ما در نبود شما او را انجام دادیم. ای تو چی میگی لعنتی؟ اگه ای تصمیم پولاد علمدار نمی بود من این کارم میتونستم. پولاد علمدار در زندگی خود اشتباه نمی کرد. تو هم میفهمی که این کار اشتباه نبود. ما سوگند یاد کردیم که به خاطر بقای دولت از کل چیز میگذاریم. کارهایی که پولاد کرد پابندی به سوگندش بود. ببینم که شما در نبود رئیس چه قسم باعث بقای دولت میشین. تو به خاطر پولاد علمدار آموزش دیدی یا به خاطر دولت؟ صبر مرا امتحان نکن عاکف.
اگه تو به خاطر پول آموزش دیدی، همراهی تو کاری نداریم. اما اگه به خاطر دولت آموزش دیدی، تابع امرت هستیم. آقا از ایدر خبر گرفتیم. آقا مراد یک عملیات طراحی کرده. مراد کی هست؟ کجا میری؟ هنوز کارم امرای تو تمام نشده. اگه اجازت باشم میخوایم دستور رئیس اجرا کنم. به خاطر تو بسیار به تشویش است. آله میرم او را قناعت میتم که تمام مردای یک قسم هستم. جگر خون خواد شد، اما مده کنارش میباشم، برش تسلی میتم. هرچی نباشه او امی دخترم است. بکشمش. به خاطر خونسو ساختن عملیات اقدام میکنه. یک نفر مزدور تقریبتان میکنن. باز به نفرتان بگه نقدام کنم. منتظر چی هستیم؟ نباید کسی به کمک شما از طرف ما محافظت بشین. راحت باشه. آقا کاری را که من میگم انجام بکن مشکل پیدا نمیشه. درست است. در قلب شما دو موتر است. او موترها را به یک شکل غیر فعال میسازیم که اونا نفهمن ما هستیم. بدون سرعت گرفتن و بدون جلب توجه موترتان را برای فرعی دور بدهیم. درست است. چهارصد متر بعد یک رای فرعی میریم. فهمیده شد. بعد از 400 متر از رای فرعی میریم. در چه وضعیت هستی حیدر؟ از درون رو تخریب میکنم. از رای فرعی یک کیلومتر فاصله دارم. تو از درون فرعی نریم. آکف، در مقابل حیدر را بسته شده. سرعت دیگه و از راه فرعی دیگه در مقابل شما بیاد. یکی از موترها را مورد تصادم قرار میده که توقف کنه. فهمیده شد. شاید مقابل ما بیاید، متوجه باش. درست صحبت. در عدس چپ برای و سرعت بگی. به خاطر که 3 کیلومتر بعد در مقابلشان بیایی منتظر باش. باز مبرد دیگم چی وقت حرکت بگی. درست است.
آیسا نزدیک شده میرن. موتر زری است. تشویش چیزی را نداشته باش. اصلا این قسم یک کار نمی کنیم. برای فرایی نزدیک شدم. منتظر می باشم. یک دقیقه تا دست دارم مونده. آماده باش هیدر. سی ثانیه. پنج ثانیه. آکف تصادمون رو رخ نداد. دوستان میتونن که موفق شون؟ دیگه فرصت ندارم. این موضوع نیست که وابسته با فرصت باشه. پولا دلندار با تخیب اونو آدم ها میتونم. نفعی تو از بازی خارج شدی. حد اقل میتونم که از دور تخیبشان کنم. گفتم نفعی رایدار. اگه تو را ببینن اتشا بشه. نفعی آکف تو میفهمی که چی میکنی؟ مراد از دست میتیم. میخواین من چی کنم؟ میخواییم دخالت کنی. مرا چرا رئیس انتخاب کنی؟ با رهبری تو باور داری؟ و ما با آکف باور دارم. وقت آزمایش کردن باورتون نیست. اگه اشتباه کنین باز کل چیز از دست میدین. نمیخوایم گبتان قد کنیم. من اونو نزدیک میشم. نزدیک شدن چی کنیم؟ تبر کنیم. من بیایم. مجبور شدم درای فرعی برم. بعد از 2 کیلومتر رو را تمام میشه آکف. میدیدم پیش برو سینان در تقریب دستم.
ادامه بده سینان، پیش برو که در تخیبت هستم. دگران نیست چی کنیم؟ گفتم ادامه بده سینان. دگران نیست، مجبور است توقف کنم. مستقیم طرف بحر برو. تو چه میگا کرد؟ میخوایی که ما را از بین ببری؟ مانی اونا شو کاره را که گفتم انجام بده. اگه توقف کنی از بین میره. احساد تو سینان سرعت بگی، مستقیم طرف بلندی برو. ادامه بده سینان. احساد تو گفتم، احساد تو سینان چی میکنی؟ آکف، آکف صبر کن، آکف، آکف. کار تموم شد، فعلا اونا را در زیر آب مایه ها میخورن. نشانه که برتان دادم برن پد شوید، تا وقتی دستور دادن نشده خدا به کسی نشان ندید. حرکت کنید. ده قسم سیل دارین ولکان، گروه امنیتی ساحله به منطقه روان کو. حالا گوش کو، ما حالا دسره به گروه جستجو کننده ها مشخص کن.
فکر کردم که عملیات از بین رفت. این او عملیاتون با مدت طولانی مخفی نگه داشتن بسیار مشکل است. مراد بعد از اینکه بارون شد امکان داره لحظه افشا شود. از این خاطر وقتی که محل جلسشان مشخص شد نباید فرصت از دست بدیم و کلشان از بین ببریم. ما نمیفهمیم که در این جلسه چقدر بلند رد با کائنان و مواد اشتراک میکنن. شاید اونا مثل ما بر ادامه کار خود آمادگی لازمه بگیرن. پولا دلم دار استاد، وقتی که ما اشتراک کنند دایو جلسه را از بین ببرم. بخاطر تطبیق برنامه های آیت خود باز وقت زیادتره به دست میاریم. برای بار آخر چیزی برای گفتن داری؟ چند دقیقه بعد برات زنگ میایه. مارگیت برات میگه که مرا ایلا کنی. فرمایی خانم جک او را ایلا کن. نفهمیدم خانم. گفتم جاهد ایلا کن. ما برش دستور دادم که جاهده ایلا کنه. چند دقیقه بعد خارج میشه؟ وقت ضایع میشه، فقط یک دقیقه وقت داریم. متوجه باش جک، بازم میبینه. اگه خواستی با کدام شخص حرفه ای کار کنی؟ میفهمی که مرا در کجا پیدا کنی؟ خانم داد صدان با چای غم ها بسیار زود فراموش میشه. آقا حسنو، بعد از مرگ پولاد همگی تیت و پرک شدن، تو چرا هنوزم اینجا هستی؟ خانم ما کارمند سیه هستیم، مسلک ما مقدس است. بله این عذاب وجدانم میایه. تو بالاخره از حجره خود خارج شدی عبدالحی؟ مرا کشیدن یانگا. نظیفه مادر چطور است؟ هر رقمه که ماستیم وام است و از او بهتر از ما نیست. دکتر آبراش دوای خواب آور دادن. علی هم اینجا منتظر باش. موسیقی
خوش آمدی بچه‌م. معذرت میخوایم پدر، آمده نتونستم. بالاخره خواه آمدی بچه‌م. نمیخواستم به این شکل پیشتون بیم. حالا دیگه کنار ما هستی. انسان همه رو فقط به کنار از خودگاهی خود تحمل کردم میتونم. میشرمم که طرف چشمایتان ببینم. شما را که میبینم رئیس یادمه. ما نشده نتانستم. آزی بابت برای کارهایی که باید ما نشان شوی مبارزه کو بچیم. هر چیزی که شد تقدیر الهی بود. باید در مورد دیگر را فکر کنیم. حالا باید در فکر همانت پولاد باشیم. عمر پدر به هر قیمتی که باشه ایلفا پیشتان میارم.